جرجیس بود شده ادریس پیامبر هم داشتیم ولی خب من کوچیکی نمیگفتن ادی دیگه از کوچیکی نه بهتر شد از اول آمریکایی شدی آره دیگه آره ما بود اکس من و الکسی و حمید بلکت شدیم میخواستیم متی رو بدازیم متی نمیام شهر و شهر پره دوزیم نمیذاریش موریا رو ولی دوزدیدیم وقتش که بیاد بخونه بابا منم هلو اصلا نشناختم قد عوض شد ولی این خودش ما تو این برنامه شبیه همیشه چون من موی میذارم که قشنگ تر بشن خیلی خوش سلیقه این پس شما آره و واردم منم اینجا هستم آقا ای در بسته شد بدبخش و خودشون بخونن دیگه ادی عطار روی صحنه اجرا میکنم من پشت در گوش میکنم ممنون سپاس Hey, what's up, guys? اولا استعداد جالب پیانو دیگه یعنی کلاس من از 14 سالگی کلاس پیانو رفتم ولی خب کلاسیک رفتم ولی آهنگا خود می‌نویسی من اکثر آهنگامو خودم می‌نویسم یه مدت بود خودم پرودوسم می‌کردم تنظیمش و اینا ولی خب راستشو بخوای خودم تنظیم خودمو دوست ندارم آدم بعد آنها دیگه بعدم راستشو بگی دیگه آهنگامو اکثرا خودم مینویسم چون معمولای ایران دقیقاً چون اونو قوی به حال یه دو تا فکر بهتر عالیه کاراشون عالیه و ببین بنزا جان الان خب اون کسی که تو ایران زندگی میکنه طرز فکرش و اون اتفاقی که تو زندگیش میفته با من که اینجا هستم خیلی فرق داره این نکته جالبه ولی ما چرا داریم برای بچه‌ها ایران می‌کنیم داره که اینجا داریم زندگی می‌کنیم این نکته عجیبی ها نه من فکر کنم تو به عنوان یه خواننده یه کشور ببخشید من نشستم نه راحت باش به عنوان یه خواننده کشور ببین تو هر وقت می‌خونی تو داری واسه تمام طرفدارات می‌خونی حالا طرف هر جا می‌خواد باشه و فکر می‌کنم
طرفدارا ازت توقع دارن که یه کار کوالیتی، یه کار خوب بدی دستشون. من فکر میکنم گزینه بیشتر داریم اونجا تو ایران. میدونی بیشتر میتونه نزدیک بشه به اون چیزی که تو فکرامونه. ما وجود که اونجا نیستیم، ولی خب میدونی نه این خیلی جالبه، ولی در این حال هم عجیبه، چون ما برای کسایی میکنیم که بازار ما نیستن. یعنی تو از اون درآمد نداری، مثل خارجی که برای کسایی میکنه ازشون درآمد هم داره. ما اینجا تو غربتیم دیگه. میدونی چی میگم؟ یه مدت بود که اصلا فرق میکرد. تو لس آنجلس معروف میشدی، تمام دنیا رو دنیای موسیقی رو میگرفتی، از موسیقی ایرانی ایرونی رو دارم میگم، الان برعکس شده یه جوری. میدونی چی میگم؟ ولی خب هنوز نه، این که خب من سلیقه کار اینجا دوستم، با خیلی از کسایی که اینجا هستن هم کار میکنم، ولی بالاخره یه رابطه با اونا برقرار میکنی. بعد به طریق یعنی میخوای از اصل دور نشی. این 100%. آها تو چی کار میکنی؟ آها آقای آرمین یو که ساعت بریم برای شروع. ما حاضریم. Hit the road, Jack. Don't come back no more. محبوب دوسته؟ محبوب تلفن مروری داره این دختر. آها دختر روشه. شورمش دارم میخوام سه دو یک من آهنگ تموم شد. بسیار عالی، خیلی متشکر، خیلی ممنون. حیف که من دعوت نکردم عروسیتون. آقا برو که تو نور باشی. ما دنبال شما میگشتیم ولی نتونستیم پیداتون. من تو ابرا میگن هستم. ما بهزاد کریستال رو پیدا کردیم ولی بهزاد نه. آره من بومه. خیلی متشکر. یکی از آهنگایی که قبل از ازدواج خوندی و معروف بود و دوست دارم بشنویم با هم دیگه. اگه شما اشکانه با هم دیگه بریم پوششون بخونه. ما میریم. و متشکر. این پایه چی شد؟ کجا کی گذاشت؟ خنان شما چطوری شد که خوانندگی رو شروع کردین؟ سوال نپرسیم دعوامو میکنن. من با پایه دارم میام. خیلی خوب. ببین شوهر خوبه دیگه، دمت گرم. ببین فداکارو داره. من خیلی وقته که خوانندم ولی خیلی‌ها نمیدونن. من از 10 سال پیش شروع کردم. آهنگ اولی که خوندم ایرانی توی همین استودیو. تو همین استودیو راست شد. آهنگ پاکی. اگه روز و روزگار گاهی بده،
اگه حتی آسمونه شب زده، نباید زیاد فرداهات بره، حتی هات و سمن از دست نده. داری نبرد رو تا وزنده ها پیروز میشن، وقتی به نام زندگی یه بالا پر پر میکشن. برای شما بیشتر زیرزمینی بود سبک دیادمه، یعنی که ما حدام اونجا حس میکردیم، یعنی خوره لبه داشت، لبه تیز داشت. هیپ هاپ بود، یه هیپ هاپ بود. هیپ هاپ بود. بخوام که با عرفان دوتا آهنگ خوندم. بعدش دیگه خیلی اومدم رو پشت بوم رفتم با شهبال شفری عزیز کار کردم تو گروه، میخواستیم گروه سیلویت درست کنیم که نشد. درست آخرین سیلویت جدیدی که میخواستم بسن چند سال پیش. بعد شدیم دوئت. دیگه نشد، بعد دیگه خودم سینگل سولو برای ما وانت خیلی خوشحال شدم. پس برای ما میخونی آهنگ خیلی بسیار زیباست، میگن عشق مروارید. مرسی. همین حرفای ساده که آدم نمیدونه کجا دل به کی داده،
برنامه که میبینید پشت صحنه های برنامه برور بنفش هستش در این سریال پرهیاهو. در این برنامه داشتیم شهریار قنبری، ادی عطار، مرواری، رعنا منصور، گروه اوپیومون که برنده جایزه گرمی موسیقی گرمی شو برامون واسه افتخار هستن و پویا. کجا تنبک رو بزنید؟ تنبک و تمپو که علی تولدی اجرا خواهد کرد، چهره آشنایی تو تمام موسیقی پاپ ایران در این 30 سال گذشته تو باغ الفا، ویدیوی شهرام شبپرون خوش با موهای بلند. و بعد بیشتر کنسرت ها ایشون ها که بمیزن و اسمش روی آلبوم ها هستش. مثلا قدر رنجه میکنم میان همراهی کنم ما رو با پویا. فردای خوب من، عشق محبوب من میخوام، این حرفو باید زد، من تو رو بیش از حد میخوام، حرف خوش از من و خندش با تو، عاشقی برگ برندش با تو، داشتنت منو به هر چیزی که میخوام میرسونه. Armin! Park a little closer. Or backwards, it's easier to go. نکته پارکینگ های آقای آرهی که اصلا یک سیستم بسیار حرفه‌ای داره. و در ضمن من بگم ایرانی هایی که اینجا آمدن در سالهای اولیه، پارکینگ داری یکی از منابع مهم اقتصاد ایرانی در این کشور بود. نه که ایشون هستن، بلکه فقط بهانه شد که اینو بگم. و بسیاری پارکینگ داشت و خیلی از پارکینگ های شهر ایرانی دستشه و پارکینگ خیلی مهمه در شهری که جاده و ماشین شریان زندگیش. این یه ویالان زیر این حرف میزن قشنگ میشد. الان هوای لس آنجلس هم راه راه هست. یه روز بارون، یه روز آفتاب، یه روز بارون، یه روز آفتاب. درود از شما. آقای علی تولدی نوازنده ساسه کوبه و تنبک. اولش شما هستید. یه دستی بدین. دستان سگه هاپوخ کلی لیسیده ببخشید. این کانگا کلاسیکه. از این بهتر دیگه پیدا نخواهد شد. چرا؟ چون که 38 سال پیش خریدم رو. جدا؟ خیلی صداش واقعا عالی. تو کنسرت ها و غیره؟ آره، تمام کنسرت ها. آره. یعنی شما هر ضبطی بگی بیا. این ضرب و این کانگاه های علی جان استفاده شده. دفعه قبل با موین اینجا بودم، با آقای موین این استفاده کرد. در کار عشق ما همیشه اما بود، جانی ریشه از ساق پیدا بود، آن شم که گفتی باورم کن با تو میمانم، دل با پسیقای من از صبح فردا شد، آن شم که گفتی با تو بستم تا که دنیا هست، باور نکردم گرچه این جمله زیبا بود، در عمق دریا غرگه. آقای تعالی اون تیکه رو بزنید دوباره، تیکه رو بزنید بزنید جون، این پالتو هم شده باید بزنید، همون یه تیکه میخوام فقط پنجه رو بینم باید برم بیجه دیگه. پشت صحنه های این مجموعه موسیقی پاپ لس آنجلس رو داریم میبینید. داستان تنبک سفید چیه؟ نمایشی تره؟ این همینطوری رنگش کردم خودم. خودتون کردین؟ آره. جدی میگین؟ آره. کردین تو رنگ رو در آوردین؟ بچه به نظر از اون رنگ هایی به نظر میگه کارخونه درست حسابیه. خب دو سه مرتبه روش کشیدم. آره. بسیار.
وانم بسیار ساکت و بسیار هنرمند هستن. پنجاش بسیار محکم نواخته میشه. ما رو پیانو نگران داریم که وقتی میزنه هم صدا همه چی میره این تو، الان ما نگران که صدای پیانو میره تو سازه دیگه. شما چه وقت میزنی؟ من از 7 سالگی پیانو میزنم. جدی میگی از 7 سالگی؟ فکر میکردی به اینجا بکشه کار که واقعا جدی بشه زندگی تو کار موسیقی؟ راه پرپیچ و خمی بوده؟ خیلی. ولی الان خوبه؟ جای درستیه؟ الان خوبه ولی میتونه بهتر باشه. بهتر باشه. آهنگ شراب با ضرب پویا. خود خواننده. اینجا پویا. تازه پیغام هم میتونم بهت بدم. سگ خودته؟ هدون سگایت خیلی شرور و زیبا. نه؟ مردم ازش میترسن، نه یعنی در حالت خواب. این آغاز دوستی رو با یک آهنگ جشن میگیریم. آقا آهنگ شراب بهتره برای دوستی یا مستی؟ شراب. مستم کنم شب، ساقی کجایی؟ بر کن بنوشم، بر من دوایی. از پیک جانش، امشب خرابم. حسی ندارد این استکانم. یادت گرفته هر شب این خواب از من. جونی نمونده واسم دوری و بشکن. چیزی نمیخوام غیر از لبخند زیبات. من تا سحر بیدارم تا خواب چشمات. یادت گرفته هر شب این خواب از من. چیزی نمیخوام غیر از لبخند زیبات. من تا سحر بیدارم تا خواب چشمات. ما در منطقه هالیوود هستیم، در شهر لس آنجلس کالیفرنیا، که غرب آمریکا میشه، جنوب غربی. البته زمستونه، قطعا باید بارون بیاد اینجا. 4 روز لس آنجلس بارون میاد و هر 4 روزش ما اینجا فیلم برداری خواهیم داشت. یکی از نعمت‌های الهیه که نصیب ما شده. حتی شما نمی‌تونید قطعات بارون رو ببینید، خیلی بیشتر از اینکه دوربین معلومه. و همراه با این صدای زیبای باران که میگم بعضی وقتا شبا اگه بشنید راحت خوابتون بره، حتی نرم‌افزاری هست که صدای بارون تولید می‌کنه، بشنویم آهنگ دیگه رو از گروه افیون ما، اوپیوم مون. شعبده بازا معمولاً از توی کلاشون یه خرگوش در میارن، ولی ایشون ام بی از توی این داره چی در میارن؟ یک لیوان قهوه داغ. تازه یکی دیگه هم داری؟ لیبه و بطری آب آب زمزم. گروه اوپیوم مون، افیون ما اینجا هستن. آهنگ پایین برنامه رو می‌نوازن و ما گوش میدیم و لذت میبریم.